بله بله اینا اغراقا اینا هستش محسن جان. بله ببخشید من خیلی صحبت کردم، فقط خواستم اینا رو توضیح بدم. بفرمایید محسن جان، بفرمایید. در مورد ایزد برنامه میگفتید. بله بله دیگه همون که شما میفهمیدید، این زره خیلی زره سنگینی بود و بچه‌ها دیگه اینو سنگین‌تر هم کرده بودن دیگه. و حالا اون یه پروژه‌ای بود که بیشتر حالت تحقیقاتی داشت و متاسفانه تحقیقاتی که ما کرده بودیم و بالاخره مجاهای دیگه دیدم سر در آورده بود. اون بچه‌هایی هم که اونجا بودن یه ذهنیت دیگه داشتن، یعنی میگفتن این مثلا باید 4 لایه باشه، 10 لایه باشه. من دو لایه دیدم. وقتی دو لایه بوده اون کسی طراح بیکار نبوده که دو لایه بزنه و حتی یه قسمتش خیلی با تاکید مشخص کرده بودم که آقا این فقط دو لایه بوده. بعد اتفاقا من بعدا یه آقای اسپانیایی هستن، حالا اسمی ازشون نمیبرم، بعد دیدم که دقیقا همون قسمت هایی که من تاکید کرده بودم که آقا این لایه بالای این لایه فوقانی بالایی حالتی چیز داره، روی لایه زیر بوده، همون هم علامت گذاری شده بود. بالاخره این شیطنتی هستش دیگه، حالا ما دیگه این هم دیدیم. البته اون ذره هم که من دیدم انجام شده بود اشتباه بود، ولی از مطلب هم که شما میفرمودین اصلا اون چیزی که اونا تو بین و نهره اون دوستمون طراحی کردن، اگه با ماسک و این چیزایی هم که میبینیم طراحی شده، یعنی اون سرباز بخواد از شاه دفاع کنه در عرض 5 دقیقه میمیره، اگه اما و شاه باید فرار رو برقرار ترجیح میداد و دیگه هیچی دیگه از صحنه دبر فرار میکرد، چون از سرباز نیمون همه کاملا یک چیز بود. ببین محسن جان، من حالا انشالله اینا رو ادامه میدم. من تاتامیوموته هارد گرین دارم. تاتامیوموته داره چیز شمشنی ژاپنی که میبرن، هارد گرین یعنی چیز سخته، گرین سخت، خیلی سخته. بله بله. اینا رو تو آب میذارن، 5 چیزای مختلف داره، مرمان همیشه خیلی سخته. شما بله. مثلا اول که شروع میکنی بویده هم فهم میکنم شمشی میبرده، بعد سر میبرم اینه 1 سانت نمیده تو، گیر میکنه ازش. بله. بعد ممکن اصلا شمشیتون لبش بشکنه، بعد خیلی مواظب باشه. بله. بله. که من بله. که میبرم مثل کره میبره. حالا نگاه کن. بله. من دستم تو برش اینقدر تمرین کردم، حالا میخواد من با یه دستی میبرم، دیدید دیگه، با شمشیر قدیمی بریدم، جدید با شمشیر ساموری کاتانا، گفتم شمشیر ساموری واقعا خیلی زشته، شمشیر کاتانا اینا بریده میشه، شمشیر چینی اینا من دیدید رو کانال زیاد. ولی شما نگاه کنید، من الان خفتان رو اگه بیارم، یه خفتان ببینید، من اگه دو لایه کتانه وسطش یه لایه پنبه فشرده است، نگاه کنید. بله نگاه کنید. بله. من هر کی که حاضرم باهاش شرط ببندم، فرو کردن نه، برش اگه تونستین اینو ببری. چه برشکار خوبی. من الان میخوام یه تست توی دفعه بعد رفتم فرانسه بکنم، اینو تاتامیوموته میذارم وسطش. این حتی نمونه شو دارم چون این نمیخوام که خراب بشه، چون برای مبارزه ایتونش دارم. شما میزنی میبینید از توش رد نمیتونین شمشیرتون رو بکن. بله. و تاتامی اوموته یک دونه بهش خراش نمیخور که بدن شماست. من حالا به تست نشون میدم، میبینی؟ خب بله. حالا شما میایید روی این زره حلقه‌ای میذاری که الان من حالا نمیتونم درش، همقدر سنگینه، روی میاد زره حلقه‌ای. خب بعد این زره حلقه‌ای روشو بعد یک دونه دوباره لباس دیگه تنش کنید، من اون لباس هم دارم، میرین لباس شو تنشون میکنن که شما نتونین برای که چیکمون میزنین حلقه ها کجاست دقیقا، چه چیکمون رو هستم. بله دیده نشه. بله. حالا شما نگاه کنید. بله. اول بمونیم سر برش تا چیکمون نریم، چون چیکمون نفوذ میکنه. برش شما میزنین اولین لایه مثل یک ابریشمه، مثل یک پارچه است که باعث میشه شمشیرتون بلغزه. رو چی میلغزه؟ زیرش زره حلقه ایه، روی فولاد میلغزه، اون میلغزه میره میخوره به این خفتان. بله. زیر این خفتان پیرن فت تنتون. خب بله. کی میخواد بباره؟ کی میخواد بباره؟ بله. دست رستم هم نمیتونه بباره، اصلا فیزیکی ممکن نیست. حالا نگاه کن،
شما یه همچین سیستمی که تنتونه با حلقه که ساسانی استفاده میکردن میتونه نفس بکشه چون حلقه داره، متوجه میشید؟ میدفعه. خب یه سیستمی که داره جواب میده، میان دوباره اون همه روش چیز پیس اضافه میکنیم. چرا قشنگ میفهمید؟ چرا این کار رو کنیم؟ سیستمی که داره میتونه جواب میده که توی تمام بیستون ما تو مقاله اون با بید نوشتیم دیگه با دکتر فرخ و بید همه چه داره جواب میده. شما چرا بیاین دوباره بهش چیز اضافه کنی؟ اگه بهش چیز اضافه میکنین دو دلیل داره. احتمال داره میخواین دوئل کنین که تا اونجایی که ممکنه تو دوئل کردن، من دارم فقط فرضیه میدم، چیز اروپاییه، فرضیه دارم میدم، نمیخوام بگم تو ایرانیا دوئل بوده، نمیخوام بگم آیا برای دوئل بین شاهزاده ها بوده. بله، تو دوئل شما سعی میکنین اینقدر خودتون رو بپوشونین که هیچ احتمال صدمه خوردن براتون نباشه. بله. یا اینکه برای این بوده که نشون بدین من آهنگرام، زره سازم، ببینین چه چیزی درست کردن، سوار اسب بشم و رژه بدم و به بقیه نشون بدم. بله. ببینین خیلی اصلا این من بهتون الان نشون دادم، حتی نفوذ کردن، نفوذ کردن با تیر کمونای سنگین هم، ببینید تیر کمون که میاد میره میخوره به لایه ابریشم، میپیچه دورش، میره میخوره به این زره حلقه‌ای. خب بله ممکنه نفوذ کنه، ممکن اگه باتکین باشه ممکنه به نفوذ کنه، ولی اون زره حلقه‌ای میپیچه دورش. خب میپیچه دورش، اوکی، میره توی خفتان. خفتان من به دوستان سه لایه است، میره تو خفتان، لایه اول، لایه دوم، اونم میپیچه دورش، لایه سوم میره میخوره به پیران فت. ببینین اگه کمونتو خیلی سنگین باشه ممکنه اینقدرش بیاد تو تنتو. و حالا برای اون دوستایی که میگن یه ذره که ممکنه بیاد تو تن آدم اذیت بکنه، آقای دکتر یه مطلبی هم ما با هم قبلا صحبت کرده بودیم، اینجا اشاره کنم، یک مورد سومی هم هست در این زره. وقتی این زره، اصلا من کلاهی که میگم، وقتی ما کلاهی ساسانی با اون همه کیفیت خوب داریم، چرا باید از اون کلاه، حالا بشه گفت کلاهی لاملا، از اون کلاهی که اصلا تو تاریخ ایران ما حداقل هیچ جای ندیدیم، از اون استفاده بشه که این توی در واقع ما نمونه‌هاش تو کره هم داریم، یعنی تو قسمت‌های شرقی اینا استفاده می‌شده. من یه فرضیه دادم، گفتم که بچه اینا استفاده نکنید توی اون برنامه که شما می‌خواید استفاده کنید، که حالا دادم به عنوان کلاه ایرانی اونو مشخص کردم. و اون اینه که ما چنین حالتایی بوده، مثلا بر فرض مثال وقتی که مثلا شما استفاده داشته باشید، وقتی که اسکاتلند با انگلیس یکی شد، با انگلیس بریتانیا کبیر به وجود اومد، سربازها حالت لباس اسکاتلندی می پوشیدن. اون کلاه پوست خرس یک چیزی بود که اسکاتلندی ها در واقع نشان مردانگیشون بود که پوست خرس داشتن. بعد دیگه شدم سربازهای ملکه، در واقع اتحاد دو ملته. خیلی در تاریخ از این چیزا ما زیاد داریم. جناب پروفسور، ما این رو داشتیم، یعنی که ما روی سکه های یکی از پادشاهان کوشانی به نام پادشاهان که دارم رفته اندسش متاسفانه اینقدر ذهنم درگیره، این پادشاهی سکه هایی ازش هستش که این حالت های بال هایی که ساسانیان در کنار کلاهشون استفاده میکردن در بالای تاج استفاده میشون. بعد من عرض کردم که این ربطیتی به اون نداره. بعد دوستانی هم بودن که حالا این زمینه چیز تحقیم میکنن، این اصلا یک حالت بیش از این که نماد بال میشه، شاخه گوز رو تبیین میکنه که در ذهنیت سکاها و اقوام شمالی یک حالت توتم بوده. اینو وقتی که شاهان ساسانی به اون قسمت تسلط پیدا میکنن، این تاج رو نشانه پیروز ساسانی، اینو بعد میروز اضافه میکنه به تاجش. این وقتی که پیروز شکست پایین در تاج برداشته میشه، دوباره وقتی میبینی که خسرو پرویز و زمان بهرام چوبی به قسمت های ترکستان پیروز میشه، دوباره این تاج رو اضافه میکنه، یعنی بالهایی که مثل شاپ گوزنه اضافه میکنه، هیچ ربطی به بال نداره. نه هر روی، یعنی وقتی یک قسمت که شما تسلط پیدا میکردی، عناصر اون چیز رو مثلا بر فرض مثال
ما هستیم شکل شکار گوز میکنیم، شاخه گوز میذاریم. این هم یکی به احتمال یا داره این یکی از پادشاهان و فرمانده خاقان ترک چیزی بوده، هیچ ربطیتی همون که خودتون استحصار داریم، من خودم عاشق این زره هستم، یه چیزی هست، ولی شما دیگه میفهمید یه وقتی که یه چیزی کاربرد داشته استفاده میکرده جواب داده، دیگه چرا ما باید یه ذره استفاده کنیم که اصلا توی قسمت هپتال ها و ترک ها و اینا استفاده میکردن، بعد چند احتمال دیگه چیز دیگه ای بوده، حتی اون یک دونه کلاه بود، یک دونه ذره از این چیز پیدا نشده، یک دونه شما دیگه ذره پیدا شده زنجیری بوده، کلاه پیدا شده از اون کلاهایی ازش که دیگه معروفه، کلاهی که از چند قسمت استفاده شده. الان چیز آلمانیشه که تو انگلیسی هم استفاده میشه، شپانگن هلم، به قول انگلیسی آمریکایی اسپنگن هلم، شپانگ، بله بعد از اوناست، کاملا کاملا اصلا ما چیزش نداریم، بله کامل. یعنی ببینید یه چیز، ببینید وقتی آدم عوض میشه، ما الان تو چیکمون نشون دادید این نمونه ای که مثلا ساسانی ها میکشن، خب این کی بعدن به 60 چیز شده؟ ببینید تا وقتی که یک چیزی جواب میده توی نظام عوضش نمیکنه. ببین من یه چیز میگم، تمام بچه‌هایی که توی ارتشن میدونن چیزن، شما یه دونه سلاح دارید، اصلا نمیخواد سلاحتون خیلی خفن باشه، یک سلاح مسلسل دارید، این مسلسلتون جواب میده، خب و قشنگ هم جواب میده، حریفتون میده یه مسلسل جدید میاره، سبایتون میجنگه، ولی بازم میبینید با اینکه مسلسل جدید برده، مسلسلی که شما دارین استفاده میکنین بازم جواب میده، شما نمیبینید عوضش کنید تا وقتی سلاحتون جواب میده عوض میشه. یک نمونه تایید فرمایش این مردم های لرستان هستن، اینا هنوز هم بگیم بهتری توفنگ چیه، میگن همون برنوی که خریده از زمان جنگ جهانی اوله، میگه اون بهتری توفنگ چیه. بله خدا رحم کنه، بله بله. یعنی تا وقتی که جواب میده، بعدش هم زره ها، آخه دوستان اینا بارها اصلا اینا تصورش نمیتونن بکنن که بابا این زره حلقه‌ای با یه خفتان که قاطی میشه اصلا یک چیز خارق العاده اینجوری نیستم که بشه توش نفوذ کرد. اینا میدن از این زره های حلقه‌ای که میخ پنج نیست، مثلا داوودی زمان اسلامی بوده، داوودی نیست و مثلا چیز نشده، مثلا آب دیده نیست، از این چیزایی که مثلا هست که با قول زیا حرف قشنگی میزن، میکنم تو تیر که این چیزایی که تعزیه درست میکرده، میگو اینا رو نه که آب دیده نیست، میخ پنج هم نیست، تو با دست میکن، میگه بلندش کرد مد من نشون بدم و وسط خودش پاره شد افتاد، بخواد دیگه وزنش زیاد بود، آخه بابا این خودش نمیتونه حفاظ بده، بخواد من رو حفاظت کنه، بله فعلا که میرن مثلا رینکل میکنن از اونا تنشونه، بله اون که اصلا زیم حلبه، نمیدونم چه میدونم چیزایی که باش تلقه دازه شده، اون اصلا احتیاج به شمشی نیست، اون باید پیچکشتی میشه بارش کرد، اصلا احتیاج به شمشی، یعنی ببینید چون اینا برای مبارزه نیست، برای نمایش این کارا رو میرن میکنن، و متاسفانه ببینید من برای چی از رشته‌های رزمی واقع‌گرا خوشم میاد، مبارزه ترکیبی گفتم بهتون، بوکس، کشتی، جوجیتسو، جودو، همش فرنگی، کشتی آزاد، همه اینا، موای تای، کیکوشین، به خاطر این خوشم میاد که به آدم اجازه توهم نمیده. ببینین توهم چیه، من میرم یه رشته نمیخوام بکنم، یه رشته میگم دستامو اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، بعد میگم من اگه اینجوری بزنم نفوذ میکنم در دیوار، بعد هی میزنم. ببین خود کیکوشین هم کاتا داره، منم کاتا زیاد داریم، کیکوشین اصلش مبارزه است، خود جودو هم کاتا داره، جودو اصلش مبارزه است، این توهم بهم دست میده، بعد توهمه، بعد یارو مثلا میره یه یارو دعواگر خیابونی میزنش، خب چرا؟ بخواد نگه تو حالا مبارزه نداده، ولی شما وقتی که میرید تو کیگوشین مثلا توهم باید دسته مشتتون میزنیم، میبینی یه مش میزنیم یه مش میخوره بهتون، تمام استخوناتون مثل شیشه صدا میده، میرین تو جوجیتسو میخواین پرتابش کنین یارو خفتون میکنه، مجبورین تسلیم بشین، میرین تو بوکس دو تا مش به قول مایک تایسون حرف قشنگی میزد، میگفت هر کسی یه نقشه داره، وارد رینگ میشه اولین مش که میخوره تو دهنه نقشه از پنجره میره بیرون، دیگه نقشه ندید، ما مایک تایسون میگفت دیگه. تو ببینید اینا هنرهای رزمی واقع‌گرایی باعث میشه که آدم بهش توهم دست نده، و متاسفانه تو این رشته ها اونایی که مبارزه نمیدن فقط لباس تنش میکنن،
بهشون توهم دست میده. و من حالا هدف چیه؟ خیلی میگم خب من نمیخوام مبارزه بدم. اوکی، اگه نمیخوای مبارزه بدی مهم نیست، میخوای فقط نقاشی کنی، طراحی کنی، سوار اسب بشی، ادا خود ادا دایری بکن، ولی صحبت کن با کسایی که مبارزه میدن، با مبارزگری واقعی، و ازشون بپرس آیا این امکان پذیره، آیا این اینجوری میشه، آیا نمیشه. ببینید من یادم چند وقت پیش، به خدا بهتون میگم، به خدا بهتون جدی میگم، با زره بود. خب من زره مثلا زره سنگین سفر 32 کیلو، خودم هم مثلا وزنم کم نیست. بس صحبتی من یارو گفت آدم با زره که نمیشه زد زمین. گفتم نمیشه. گفت نه. گفت چطور نمیشه زدت زمین؟ گفت آه اینا. رفتم یه خم دو خمش کردم، با زره بلندش کردم زدمش زمین. خب میدونین چرا این فکر رو میکرد؟ فهم میگرد چون مثلا خودش 94 کیلوه، زرهش هم 35 کیلوه، نمیشه یه خم. یه خم دو خم کشتی آزاد که رو چیز نیستش که بلندش کنی. شما هجوم گیر زاویه 45 با شونه و وزن بدنت میزنی بهش، اصلا تعادلش به هم که بخوره، تازه زره تنش میشه بدتر هم به هم میخوره، متوجه میشی؟ بدتر هم میخوره زمین. خب ببینید من بعدا با خودم فکر کردم چرا یارو این فکر رو میکرد. میدونین چرا؟ چون تا حالا مبارزه ندید، نمیدونست یه خم دو خم اینجوری نیست که بیاد یکی پاشو بگیره شروع کنه بکشه بیاره بالا. مبارزه متوازی تر میشه، نگاه منطقی تری داره. مثلا بنده خدایی بودن که میگفتن، حالا اسپیگه نمیارم، میرم مثلا رئیس فلان سبک رو میزنن و فلان میکنن، این چیزا میگفتن، موجب نشاط خاطر بودن. بعد مثلا آیا شما واقعا یه مبارزه واقعی دارین؟ بعد مثلا میرین یه رئیسی سبکی رو توی بینش ویدیوش میزنین، بعد اونا میگن به 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 متشکرم رئیس ما رو زدیم، ما واقعا منتفی شدیم از خونه واقعا اصلا نمیزن از باشگاه بیاییم بیرون، حالا هر سبکی میخواد باشه، من منتظر شما بیاییم بیرون از اونجا. این توهم متاسفانه برای همین اینا خیلی مهمه که ما تو این رشته روشون کار بشه. و واقعا این اخلاقیات هم مهمه که آدم واقعا چیزایی که بهش یاد دادن، شما الان تو این کار کردین، اینقدر زحمت کشیدید حسین جان رو این چیزا و اینا. شما دیگه در این چیزای تاریخی و زره و اینا غیر از ایزد بهرام کارهای دیگه هم کردید حسین جان؟ آقای دکتر در زمینه تاریخی خب بعضی وقت پروژه‌ای مثلا کاری پیش میاد، یعنی یک مسئله پیش میاد که مثلا آدم بعد زمان فراغتش بخواد مثلا یک کاری رو پیگیری بکنه. عرض کردم مثلا همین پروژه برای ما فرصت شده بود که خیلی روی زره ها، سره ها یا چیزهایی که بود مطالعه میکردیم. برای مثلا افراد تاریخی بودن، شخصیت های تاریخی بودن و یه سری از چیزهایی بودن که تا حدی ما روشون کار کردیم، ولی نقطه عطفشون دوره بود که روی اون کاره چیز بود، یعنی مثلا مسائلی که در زمان در اواخر ساسانیان و اوائل اسلام روی میداد، یه چیزایی بود که واقعا اینقدر به اصطلاح معروف شیر تو شیر بود که مثلا چجور یک کشوری مثلا آقای دکتر یک مسئله که خیلی برای ما جالب بود این که مثلا چطور سراح ارتش منظمی مثل ساسانیان از ارتش مثلا غیر منظمی مثل عرب‌های بدوی شکست میخوره. بعد اتفاقا یکی از دوستان من آقای ابن نصیر هستن، ایشون سوارکار هستن، مربی سوارکاری هستن، اسبای عرب پرورشنده اسب عرب هستن. بعد ایشون همیشه من میگفتن گفتن که اصلا واقعا تو جنگ اون زرهی که شما رو اسب دارین آخرین حرف رو نمیزنه. وقتی شما تسلط دارید روی اسب، وقتی شما با اون اسب واقعا چیز از بلدی چجور باید استفاده بکنی از سلاحتون، خیلی فرق میکنه با فردی که در اون سلاح با اون اسب با اون شرایط آمادگی نداره. و البته حالا لازم است گفته بشه که اون شرایط اواخر سازمانی خیلی شیر تو شیر بوده. ما حالا بخوایم مقدم سمایی کنیم از افرادی مثل مثلا رستم فرخزاد یا جنرال هایی که بودن، آدم باید همه رو خاکستری ببینه. و رستم فرخزاد هم متاسفانه حالا مستنداتی هست در ترورهای خانوادگی ساسانیان و استفاده از
شرایط نامنظمی که پیش اومده برای شرایط مالی و قدرت خودش خیلی چیز بود، ولی اصلا کشور رو تقسیم کرده بودن. همین چند دست تقسیم کشور موجب شد ایران خیلی راحت شکست بخوره و یه سری ما در واقع برای همین هم یه کاری کرده بودم. و اینکه واقعا باید احترام گذاشت به جنرال هایی، مثلا حالا ما بگیم دشمنمون بودن، خب خالد ولید واقعا یک جنرال عجوبه‌ای بوده. خب ما باید در نظر داشته باشیم، خب در اون موقع ما جنرال های خیلی فوق العاده مثل شهرباز ایرانی ها ترور کرده بود، جنرال های خوبی داشتن عرب ها و خیلی خوب واقعا تونستن ارتش ایران رو شکست بدن، هرچند که کشورمون هست، غرور ملیمون خدشه‌دار شده در اون داستان، ولی بعد واقعا بگیم که داستان جنگیه، جنگ دیگه شما من شما خوب یاد گرفتم جنگ یک شوخی نداره. ما باید یادم بگیریم همش روی شکست ها چیز نکنیم. امپراتوری ساسانی چندین سال با کجا بود رو اونا چرا زمین کنیم، یا امپراتوری هخامنشی یا اشکانی یا بقیه یا سلطان. متاسفانه در ایران همیشه یک حالتیه که رو شکست ها میشه. متاسفانه البته این پروژه رو اون شکست دو پروژه زمانی بود، همون دوره ما مثلا مردم ایران نمیدونم، ما کلونی های توی خود عربستان داشتیم، ما توی خود اروپا در همون اواخر ساسانی، یعنی همون در 20 سال آخر ساسانی ایرانی تو خود اروپا، یعنی نه این که فقط آناتولی، تو خود اروپا نفوذ کرده بودن. یا همین که فرمایش شما هخامنشیان، متاسفانه فقط جنگ های اسکندر رو تاکید میکنن، در حالی ما لوح داریوش رو داریم آقای دکتر، که این لوح داریوش توی کشور رومانی مرز مجارستان و لهستان پیدا شده. خب دوستان عزیز، اگر اینقدر شما شکست های ما تاکید میکنیم، مخفی در مرز لهستان و رومانی ما یک در مجارستان و رومانی ما یک لوح داریم از داریوش که در واقع با تعقیب قاچاق سکه توضیح داده. خب شما چرا اونها اون نقطه عطف رو، خب من چون تو حوزه نظامی ام الان بهتون یه چیزی رو میگم. ببینید من یه با یه محقق نظامی حرف قشنگی میزد، ما رو ارتش آلمانه، گفت 80% جنگ تبلیغات، 20% چپ هست. خب اینو ما در نظر باید داشته باشیم، و این نه فقط در مورد جنگ های مدرنه، بلکه در مورد جنگ های تاریخی هم هست. خب حالا ما به عنوان محقق اینجا هدفمون چیه؟ ما که باید در مورد محقق هدفمون چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ ما چجوری میتونیم بریم جلو در مورد چیزی که در اینجا هستش؟ خب ما باید الان بیایم با خودمون فکر کنیم. من یونان رو براتون مثال زدم. چرا اینجوریه؟ و من یه نمونه دیگه، من چون یونان خیلی بودم، من قدیم 7-8 بار بودم یونان. چیزی که برای ما جالبه، شما تو یونان که میرید صحبت میکنید، هیچ وقت این دوگانگی رو تو یونان نمیبینید. یونان که زمان یونان قدیم مذهبشون که مسیحی نبوده، ولی شما نمیدین ببینین یونانی های شکاف داشته باشن قبل از مسیحیت بعد از مسیحیت، ولی تو ایران این شکاف رو میبینی. تو ایران تمرکز رو شکست ها رو میبینی. خب ببینین وقتی که اینا رو میان روش چیز میکنین، ببینین و بعد میگن آی ما نمیخوایم به چیزای نظامی تاکید کنیم. خب چطور غربیا میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. دقیقاً متوجه شدید؟ یعنی ببینید اینا یه سری مسائلیه که ما باید در نظر گرفته بشه و در موردش وقتی که صحبت میکنیم بدونیم. من گفتم مثلا امپراتوری که قرنها هم شما خودتون گفتید در زمان ساسانی بوده، در زمان حالا هخامنشی، اشکانی یا بعدها در دوره اسلامی بودن، حالا هرچی، شما نگاه کنید یونانی ها که جزو چیز بودن، جزو به اصطلاح عثمانی بودن، الان یه جوری جلوه داده میشه که انگار مثلا اینا تمام مدت استقلال داشتن و در کنارش هم برای عثمانی ها میجنگید. دیدید؟ این یک نمونه شه. من از این نمونه ها بهتون یک عالم میتونم نشون بدم. ولی وقتی که ولی یک کشوری که همیشه ثبات و پایداریش رو نگه داشته مثل ایران، ببینید شما الان خود همین محققای غربی هم میگن، خود محققای آمریکایی هم میگن، میگن ایران مثل چین قرنها
ایدنتیتیشو نگه داشته، قرنها خودشو نگه داشته. بله یه واقعیت، هیچ کی نمیتونه این کارش کنه. خب و بنابراین، ولی ما گفتم بهتون اینا همیشه یه سری حالتهایی هست که ما باید روش دقت کنیم، یه سری حالتهایی هست که باید روش دقت بشه. و خیلی دوستان که تو کارهای استراتژی نیستن و یا نمیدونن مثلا استراتژی چجوری، ببینید خب مثلا نمونه که الان بهتون دادم، نشون دادم، یه استراتژی خیلی دقیقیه، خیلی دقیقیه، خیلی دقیقه، یه استراتژی خیلی دقیقیه، خیلی دقیقه. اینجوری هم نیست. بین ما اصلا یه نقطه نظر من آقای دکتر، همین فرمایش شما یه دون اندوار تیم سندروم استکهلم هستش. بعد در از خودمون هم به تقدیر خودمون میپردازیم. یعنی که مثلا اون در اون من همه میبینی که همسو هستن برای هدفهایی، برای عزت ملیشون و این بر میری. یعنی یک مطلب مثبتی که پیدا میده و ببینیم که چند نفر از خودمون پیدا میشن و بعد تا اینکه ما اینا رو شیفهم کنیم که دارن این کارشون اشتباهیه، دارن ضربه میزنن به واقعا این هویت ایرانی، انرژی خیلی زیادی از خود مردم گرفته میشه. در اصل این میشه استفاده که در جهتهایی که همه در یه سو باشن، برای همین فرمایش شما، برای اینکه بشه یک مطالبی رو کشف کرد، ثابت کرد، نه که چیزی که یک مشهود و کشف هستش اینو بخوایم اینا ردش بکنیم. مثلا برفرض مثلا من بیام بگم که خب نه این زندگی عزت بهرام اصلا چیزه مال چیز بوده، این رومی ها به ما هدیه داده بودن، خب چرا باید من چیز بگم؟ اینو اصلا سنگار عزت بهرام اومدن ساختنش، اینو که بنده خدا باید ساخته، چرا باید من چیز بگم؟ مگه من دیوانه هستم؟ مگه من برای اجنبی ها کار میکنم؟ آه یه چیزی هست، چرا باید درگیر بکنیم خودمون رو با بقیه، باستان شانس بقیه ملت دقیق تریز کنم؟ فرمایش خیلی ممنونم محسن جان. بعد در آخر حرفمون چیزی میخواستی بینندگان ما بگی؟ عرضی ندارم آقای دکتر، فقط امیدوارم مردم با رشته‌ای که شما زحمت کشیدید داشته از بحث آشناتر بشن. واقعا خیلی کار ارزشمنده، یعنی تنها و تنها هنر رزمی مکتوبی از حالا اگر همون که شما فرمودید کشتی های محلی هم بتونیم زیر مجموعه کشتی به هنر رزمی بزنیم، ولی هیچ رشته رزمی اگر واقعا ارزش خواهد بدن، هیچ رشته رزمی رزم افزار نمیشه با توجه به پشتیبانی علمی و واقع گرایی. کاملا کاری که شما انجام دادید به خاطر خودتون وارد اصل داستان شدید، هزیانگویی توی چیز نیستش، مثل رشته های رزمی هستی که اراجیف میگن، یارو میگه که خب این رشته مثلا تو کشور ما وجود داشت، از کجا میگین؟ شما همیشه وقتی مستدر آوردین مکتوب این میشه انجام بشه، خودتون رفتی مبارزه کردی. من خوشم تاریخی میانو میرن به بخش مثلا یه رشته که بر فرض مثلا اشاره نمیخوام بکنم، یه بنده خدایی هستم بالاخره خلاقیت داشتن، یه چیزایی دوست داشتن بیارن، یه رشته های رزمی حالا دوستشان بومی باشه، بهشون احترام قائل میکنیم، حالا هر جای اصلا خدا پشت پناهش، ولی وقتی یه چیزی مستدر علمیه و ملیه باید بهش پرداخت. یا یه چیزی که ببخشید من جسارت هم دیشب خوابیدم، حالا خواستم مثلا چند رشته رو ترکیب بکنم، بگیم رشته ایرانی، اونم میشه، اونم بالاخره باید به خلاقیت افراد احترام قائل. خیلی ممنونم محسن جان، روزت خوش و تا بعد. پایدار باشید.